به نام خداوند بخشاینده مهربان. بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی خوشوقت هستیم که یک بار دیگر در حضور شما هستیم و برنامه نگاه امروز دوشنبه دهم سرطان سال 1392 هجری خورشیدی برابر با اول ماه جولای سال 2013 میلادی را پیشکش حضورتان می نماییم. بر روال معمول نخست میریم به سراغ بعضی از روزنامه های خارجی و به دنبالش بازتاب از روزنامه های داخلی را خدمت شما تقدیم میکنیم و در پایان صحبت اصلی برنامه امروز پیشکش حضورتان میگردد. روزنامه گاردین در یک مقاله تحت عنوان نیروهای بین المللی تا سال 2020 میلادی به افغانستان کمک نظامی می نمایند، مقاله تحلیلی را به نشر رسانده است. گاردین از قول یک مقام عالی رتبه نظامی می گوید ناتو در عرصه کمک نظامی به نیروهای امنیتی نقش خود را در افغانستان حفظ می کند، زیرا قوای امنیتی این کشور در رابطه با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آمادگی ندارند. قماندانان بریتانیایی بعد از تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در ماه گذشته یک ارزیابی را برای انداخته به این نتیجه رسیدند که در این مورد دستاوردهای بزرگی وجود دارند، اما نیروهای امنیتی افغان هنوز نمی توانند که بعد از خروج کامل عساکر از افغانستان عملیات را به صورت مستقلانه انجام دهند. روزنامه گاردین در ادامه می نگارد نتایج این ارزیابی با نظر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا مطابقت ندارد که در این اواخر بیان کرده است. صدر اعظم بریتانیا هنگام بازدید اخیر خود از افغانستان گفت در سال 2014 که تمام عساکر افغانستان را ترک می کنند، بریتانیا برای آموزش و تربیت افسران افغان در کابل یک مرکز تعلیمی را ایجاد کرده آن را تمویل خواهد کرد. کامرون همچنان اعلام نمود که بنای یادگاری را که به نام عساکر کشته شده بریتانیایی در ولایت هلمند ساخته شده تخریب و به جای آن این بنا را به مصرف 300 هزار پوند در بریتانیا اعمار می کند. صدر اعظم بریتانیا به دوام کمک مالی به نیروهای امنیتی افغان و پیشبرد برنامه های تعلیمی متعهد می باشد، اما گفت که بریتانیا هرگز یاد عساکری را فراموش نمی کند که در افغانستان کشته شده اند. روزنامه دیگر بریتانیایی سندی تایمز در مورد سفر دیوید کامرون تبصره کرده و از جنرال نیک کارتر قماندان نیروهای بریتانیایی در افغانستان نقل قول کرده که میگوید غربی ها می بایست در سال 2002 میلادی با طالبان گفتگو و صحبت میکردند. سندی تایمز در ادامه می نویسد با وجود این که طالبان به گفتگوهای صلح و رهبری آمریکا موافقه نشان دادند، اما در هفته گذشته 8 جنگجوی طالب مسلح در نزدیکی قصر ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت. در همین حال نشریه اکسپرس تریبیون در اشاره به همین موضوع می نویسد قبل از این برای کشورهای غربی این موضوع قابل قبول نبود که با طالبان در میز مذاکره بنشینند. نشریه به نقل از اظهارات سال 2007 میلادی گاردن براون صدر اعظم آن وقت بریتانیا می نویسد که گفته بود ما با این چنین افراد هیچگاه داخل گفتگو و مذاکره نخواهیم شد. شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به پروسه صلح اختصاص دادند. از جمله روزنامه مستقل خدمتگار در صفحه اول خود با عنوان درشت میپرسد گفتگوهای صلح چگونه آغاز می شود. روزنامه به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته است گفتگوهایی که در مورد قرارداد امنیتی افغانستان و امریکا در اثر ایجاد دفتر طالبان به تعویق افتاده بود امکان دارد با آغاز مذاکرات صلح در قطر اثر گرفته شود. خدمتگار در ادامه می نویسد فاصله به خاطر رسیدن به صلح زیاد است. تمام طرف‌هایی که در پروسه صلح شریک هستند
قبل از مذاکرات دور یک میز شرایط خود را بیان میکنند. این روزنامه در سر مقاله اش علاوه میکند دولت افغانستان باید با طالبان در چوکات قانون اساسی مذاکره کند و با قدرت رسیدن طالبان باید از راه انتخابات مشروط صورت بگیرد نه از طریق دیگری. با باور نویسنده صلح یک ضرورت مهم در کشور است و باید به همین هدف با طالبان وارد گفتگو و مذاکره شد. روزنامه باور ملی از قول یک منبع نامعلوم که نخواست نامش افشا شود می نویسد دفتر قطر باعث بیباوری بین طالبان شده است. روزنامه به منظور ثابت نمودن این ادعا از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می نویسد هیچ اختلافی در دفتر قطر وجود ندارد و نماینده هایشان از سوی ملا محمد عمر تعیین شده اند. روزنامه آرمان ملی از قول نواز شریف صدر اعظم پاکستان می نویسد که گفته است با پروسه صلح افغانستان همکاری می کند. اما روزنامه از قول کارشناسان می گوید پاکستان دروغ می گوید و با وعده های دروغون می خواهد جامعه بین المللی را فریب بدهد. روزنامه ویسا از قول یک نماینده وزارت خارجه افغانستان می نویسد اسلام آباد به دیپلمات افغان در تقسیم قدرت با طالبان مشوره می دهد. روزنامه در حالی که از دیپلمات افغان نام نبرده می نویسد به این دیپلمات افغان گفته شده است که باید به ولایات افغانستان قدرت داده شود تا یک نوع سیستم فدرالی به وجود بیاید. ویسا اظهارات مشران و جرگه را به نشر رسانده که گفته است افغانستان هیچگاه تقسیم نمی شود. روزنامه از قول کارشناس امور سیاسی عبدالحمید مبارز می نویسد این چنین فرمایش ها از سوی پاکستان یک دم مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان و یک بی‌حیایی دیپلماتیک است. روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود می نویسد جلوگیری از یک حکومت نیرومند در افغانستان هدف مشترک غربی ها و کشورهای همسایه می باشد. هر دو طرف می دانند که موجودیت حکومت قوی در افغانستان منافعشان را به مخاطره می اندازد. روزنامه 8 صبح می نویسد گفتگوها با طالبان در قطر باید صورت نگیرد. گفتگوها به خاطر صلح در قطر طرح و برنامه از قبل ترتیب شده توسط جنرال کیانی می باشد. خب بیننده ارجمند، ای بود بازتاب بعضی از روزنامه ها و جراید امروز چاپ لندن، لس آنجلس و کابل. لحظات پیش یعنی تقریبا 25 دقیقه یا نیم ساعت پیش شما برای مدت یک ساعت برنامه رو دیدین مربوط به ویکیلیکس. ویکیلیکس واقعا یک غوغای بزرگ برپا کرد، مخصوصا این که با در نظر داشت اسناد، شواهد و مدارک حقایق را برملا ساخت که شاید تا برای مدت سالها کس حتی نمیتوانست از یک رازی که در ویکیلیکس درس کرده بود آگاه شوند یا درس کرده است آگاه شوند. گپ از ویکیلیکس آمد. مطابق اسناد ویکیلیکس وزیر مالی افغانستان عمر زاخلوال که امروز مجدداً با کسب 75 رای در پست خود یا در مقام خود ابقا شد به امریکایی ها گفته بود که کرزی یک شخص بی‌نهایت ضعیف است که به واقعیت ها گوش نمی دهد و در عوض هر کسی که می آید و حتی قصه ها و طرح‌های بسیار عجیب و غریب را برایش می گوید به سادگی فریفته او می شود. جنون آقای کرزی بس سفسطه‌گویی و علاقه آقای کرزی به داستانها و سخنهای بی‌محتوا از او شخصیت بار آورده است. متلون مزاج، تندخو و گاهی هم خوشخو. به باور
مبصر روزنامه وزین 8 صبح با افشای اسناد ویکیلیکس، شخصیت حامد کرزی رسانه‌ای یا مطبوعاتی و عمومی شد و رئیس جمهور احساساتی و دمدمی مزاج معرفی گردید. کرزی آدم زودرنج و عصبانی است. عکس العمل‌ها یا واکنش‌ها و موضع‌گیری‌هایش با پرخاش و عصبانیت عجین شده است. در این زمان از او عکس‌های زیاده و ویدیوهای زیاده در رسانه‌ها و همچنان پورتریت‌ها و تصاویر زیاده در جاده‌های کابل موجود است و در روزنامه‌ها و جراید و تلویزیون‌ها دیده شده، شنیده شده که او را به نهایت یک انسان شاد و خندان نشان می‌دهد. با بخش از سخنان رئیس جمهور دمدمی مزاج ما توجه فرمایید. ویدیو جالب است که حتما این ویدیو را قبلا هم شما مشاهده کردین. با ما باشید. کابل کی خراب کرد؟ حزب اسلامی و جمعیت اسلامی. با امرای جنبش دست یکی کردین، با امرای خلق پرچم دست یکی کردین، نکردین. بله بله، اونا حزبای کمونیستی نبودن، چرا کردین؟ اونا چرا کردین؟ خب به خاطر قدرت طلبی. برادر طالب آوردین باش که حزب گفت ما بیارم جمعیت بزنم، جمعیت گفت باش که ما حزب توسط طالب بزنم. قومندان و قومندان بازشید افغانستان از این احزاب به نام اسلام، اسلام رو باید نام ساختن. شد یا نشد؟ بله شد. این خارجی رو افغان عام ناورده، این خارجی رو نیمه ای که ادعای کنان اسلام با وطن داشتن آوردن. جناب رئیس جمهور چرا؟ همه که به این باورمند است که پس اتو که هست اناره اناره هو برادر پیشتر ما این جوان که خیست از این اسلامی گفت زد امی طالب در افغانستان تفنگ ملی دین خود به دوش داره، تفنگ استخبارات امسایه رو به دوش داره. اتو نمیتانه جده که خانه خود نگاه نکنیم، پاکستان بیاریم، پاسدار ایران بیاریم، دیگهش بیاریم، وطن خود زیر پای کنیم و از اینجا از افغانستان منافع دیگر را به خطر شو و اون باز میان ما را بمباری کنن، باز گلان ما داشته باشیم. وطن تو نگاه میکنیم، اما تو نمیشد. جمهور رئیس حامد کرزی د ځوانانو دغه غونډې ته وویل چې د طالبان سره د سولې خبرې کړې ولې هغوی تر فشار لاندې دي. د طالبانو سره موږ کسانو سره مو خبرې کړې دي، کوشش سره کوو. متاسفانه هغه تر سخت فشار لاندې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې طالب حزب اسلامي لکه دا نور تنظیمونه جمعیت اسلامي راغی په افغانستان کې ځای پر ځای شو، هغه د ونډې په دې خاوره کې ډېره ده. جمهور رئیس کرزی دا ډول د حزب اسلامي سره د مذاکراتو په اړه وویل چې څو ځلې ورسره مذاکرې کړې او پلاوی کابل ته ورغلي دي. او راته وویل چې یو څه نرمي ورسره وکړه، ډېره یې مټه کوه د امریکایانو ول نرمي ورسره وکړه. امر ښه دی، الحد خوشحاله ولاړې، پاکستان ته چې ولاړې هلته اعلان سرچپه وکړي. بل څه یې وویل، ول موږ خوشحاله نه یو، دا ولې امضا شوی دی؟ اوس جم خدای راولي، خدای دې راولي افغانان ټول خپل خاورې ته. جمهوری ځوانانو نو پوښتل چې آیا ځوان قشر له امریکا سره د راتلونکو لسو کلونو آیا شما فکر میکنید که ما با امریکا پایگاه دائمی دادیم؟ نه. پس خوب توجه کنید بر من، آیا شما به این راضی هستین که برای 10 سال امریکا یک نوع حضور در افغانستان با امرای کمکاش داشته باشه؟ و قانونی قانونی په دې ټول قانونی است ول چې ما دا د ماته یو سوال و سیس. جمهور رئیس کرزی ځوانانو ته د پوښتنو موقع هم ورکړه. یو ځوان ورته وویل چې بهرنیان نور وباسه. مشکلات داخلی ما چی بود؟ مشکلات داخلی جنگ های داخلی که بین کی میکنی جنگ ها را؟ خود ما اکثریت کی؟ با از طرف دیگه مردم هم بود، احزاب سیاسی تشکیل شد و کی میکرد؟ بخاطر جواب کی رو نمید؟ کی میکرد این جنگار؟ قومندان و قومندان بازشید افغانستان از این احزاب به نام اسلام، اسلام رو باید نام ساختن. شد یا نشد؟ بله شد. پس این خارجی را افغان عام ناورده، این خارجی را نیمه ای که ادعای کنان اسلام با وطن داشتن آوردن.
له درې ورځې کار وروسته د ځوانانو د سوري جرګې جمهور رئیس کرزي ته د خپلو بحثونو پرېکړې لیک واوروه چې پکې پر سوله ټینګار شوی و. په دې پرېکړې لیک کې د تحصیل لپاره ګڼ وړاندیزونه شوي او اداري فساد د مرتکبینو د مجازاتو غوښتنې هم کړې ده. ما گفتیم باید علمی موږ ویل چې د سولې بیرغ په لاس کې واخلو او نورو ته ووایو چې جنګ نور بس دی. په حزب اسلامي او طالبانو غږ کوو چې نور ځوانان مه وژنئ. جمهور رئیس حامد کرزي ځوانان تحصیل ته تشویق کړل او ورته وویل چې د افغانستان روانې ستونزې هماغه د ناپوهۍ له وجې رامنځته شوي دي، خو جمهور رئیس نه ځوانانو بیا وغوښتل چې په عالي تحصیلاتو کې دي اصلاحات راولي. رحیم ګل څاروان، شنا تلویزیون، کابل. خب بینیدو ارجمند، ویدیوی رئیس جمهور ما را شما مشاهده کردین و امروز میبینین امو اشخاص و افراد را که رئیس جمهور اعتراف به این میکنن که کابل و ایران کردن، پاتک بازی در کابل برا انداختن، قماندان سالاری برا انداختن، یعنی کارهایی کردن که ما را در سطح ملی و بین المللی گفتیم مردم بدنام و شرمسار کردن. اما جالب است که نماینده ها یا رهبران امی احزاب و تنظیم ها امروز در کنار آقای کرزی قرار دارن و دولت را تشکیل دادن به نام دولت جمهوری اسلامی افغانستان. من آدم حسود نیستم و حسادت را اصلا خوش ندارم، اما یک بار واقعا برافروخته شدم، زیرا یکی از مجلات آمریکایی لقب خوشلباسترین و خوشتیبترین رئیس جمهور جهان را به حامد کرزی داد. این غربی ها چی کارهای نیست که نمی کنند. گاه انسان را به بام بالا می کنند و گاه به زمین می زنند. حالا زمان به بام بالا کردن رئیس جمهور خوشتیپ ما به پایان رسیده است. براستی هم رئیس جمهور افغانستان در کنار عصبانیت و تن مزاجی گاهی هم یک رئیس جمهور به نهایت شاد و خنده تشریف دارند، ولی این بار باز شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر رئیس جمهور خوشخلق و خندان ما را به نهایت عصبانی کرد. در این زمان او به مصلحت‌گرایی و اغماز نیز معروف است، حتی زمانی که بعضی از همکارانش میخواهند به کوه بالا شوند، او بارها نسبت به همکارانش از اغماز و مصلحت کار گرفته است. همان گونه که بارها با همکارانش پرخاش کرده است، در جریان مجلس وزرا وزرای کابینه خود را با سخنان بی‌نهایت دور از اخلاق خطاب نموده است. حامد کرزی زمانی که عصبانی می شود نه زمین را می شناسد و نه آسمان را. البته خشم و شادمانی رئیس جمهور افغانستان غیر قابل پیش بینی می باشد. همین متلون مزاجی و هردم خیالی و عدم انعطاف در شخصیت رئیس جمهور سبب شده است تا کارشناسان امور سیاسی و مفسران و مبصرین خارجی چنین پندارند که رئیس جمهور ما خدای ناخواسته به مواد مخدر اعتیاد دارند. اما من اطمینان دارم که چنین نیست، زیرا شخصیت آقای کرزی همین است که تشریف دارند. آقای کرزی ناگهان شادمان و خندانند و ناگهان عصبانی و پرخاشگر. این روانشناسی را میتوان روانشناسی قطبی نامید که سبب شده است در موضع گیری های سیاسیش نیز آدم غیر مترقبه باشد. ضعف و عدم ابتکار در سیاست های کرزی سبب شد که حتی طالبان در قطر دفتر سیاسی باز کردن
و رئیس جمهور شاد و خندان ما باز هم عصبانی شد و با پرخاش عکس العمل نشان داد. رئیس جمهور ما آنگاه که شاد و خندان بود، طالبان را برادران ناراض خطاب می کرد و بارها تکرار نمود که حاضر است با ملا محمد عمر آخوند زنگ بزند و اگر جایش را بداند خود می رود و با این برادر شدیدن ناراض و آدمکش صحبت می کند. حوصله رئیس جمهور ما جناب حامد کرزی تا حدی بود که بدنهای تکه تکه شده جوانان و کودکان را با چشمهایش می دید، اما باز هم ترورستان طالب و حزب اسلامی را برادر خطاب می کرد و هرگز حاضر نمی شد که مستقیماً طالبان را و اعضای حزب اسلامی گلبدین را ترورست بگوید. البته حالا هم طالبان را به هیچ وجه ترورست نمی گوید، حزب اسلامی را هم به همین سان. در این زمان رئیس جمهور ما به تئوری توطئه یا دسیسه زیاد باور دارند. مطابق اسناد ویکیلیکس نگران پاکستان بعضی وقتا تشریف دارند. ایشان یعنی رئیس جمهور ما استدلال میکنند که امریکا به دنبال تجزیه پاکستان و تضعیف افغانستان است تا به اهداف خود در مبارزه علیه تروریسم دست بیابد. اما امروز دیده میشود این پاکستان است که به دنبال تجزیه افغانستان است، جناب رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی متلون مزاج. این شماتت و نرمخویی رئیس جمهوری در برابر طالبان انتقادات فراوانی را در داخل به امراه داشته است و مردم نسبت به او شاکی شدند و در سطح جامعه اصطلاح برادران ناراضی به یک فکایی و تمسخر تبدیل شد. البته مردم حق داشتند. این چطور برادران ناراض هستند که کشور را به خاک و خون میکشانند و اما کسی خم به ابرو نمی آورد. البته قبل از هر کسی دیگر این جناب حامد کرزی است که باید به نمایندگی از مردم و به عنوان فرد مسئول خم به ابرو می آورد و با برادران ناراضیش برخورد جدی می کرد و افکار عمومی را پریشان و شاکی نمی ساخت. ساده ترین راه برای او حالا که از نقصش گفتی برایش راه هم نشان بده. ساده ترین راه برای او ایجاد یک فضای ضد امریکایی در کشور است که در عمل متاسفانه جناب آقای کرزی منفعت برای مردم و کشور افغانستان در پی نداشت، ندارد و نخواهد داشت. در حالی که در سیاست باید ابتکار باشد و نه پناه بردن به تئوری‌های توطئه و دسیسه، البته شاید سخن زاخیلوال درست باشد. این همه مشکل به خاطر است که کرزی شخص بی‌نهایت ضعیف است و به واقعیت‌ها گوش نمی‌دهد. این را من نمی‌گویم، وزیر مالیه شما حضرت عمر زاخیلوال به ویکیلیکس گفته است. جناب رئیس جمهور افغانستان حتی باره هم با یک دکاندار ناشناخته که از شهر کراچی پاکستان اعزام شده بود به نام نماینده طالبان در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد و جیبهایش را مملو از دلارها و یوروهای باد آورده کرد. بر صورت ضعف و عدم ابتکار در سیاست‌های کرزی سبب شد که حتی طالبان در قطر دفتر سیاسی باز کردند و رئیس جمهور شاد و خندان ما باز هم عصبانی شد و با پرخاش عکس العمل نشان داد. اما این بار مردم پرخاش رئیس جمهور را ستودند. حتی من هیچ مدان که همواره بر رئیس جمهور انتقاد می کنم، این بار سیاستش را اگر واقعا
این سیاست همچنان جاودان باقی بماند مورد ستایش قرار دادم و از ایشان حمایت کردم و شاید برای اولین بار ایشان را در قامت یک رهبر جدی و عاقل دیدم. رئیس جمهور هم تغییر کرد و به جای اصطلاح برادران ناراض از اصطلاح دشمنان اسلام و مردم افغانستان برای ترورستان طالب استفاده کرد. این خوب است، اما رئیس کافی نیست. مسئله این است که در شرایط حاضر افغانها به شمول حکومت و آنچه به نام اپوزیسیون سیاسی حکومت یاد می شود موضع متحدانه در برابر دفتر سیاسی طالبان در قطر و نیز در برابر بازیگران منطقه‌ای و دور از منطقه‌ای مثل پاکستان و امریکا و انگلستان اتخاذ کردند و تمامی بازیگران خارجی به صورت بی سابقه با عکس العمل متحدانه افغانها برخوردند. به عباره دیگر احساسات منفی در برابر طالبان تا آنجایی بود که هیچ کشور خارجی اصلا تصور نمی کرد تا این درجه حوزه ضد طالبانی در افغانستان قوی و شدید باشد و این موفقیت بزرگی برای افغانستان در این بازی بود. حالا سؤال اساسی این است که رئیس جمهور از این فضای جدید چگونه استفاده به سود منافع ملی می کند؟ شرایط جدیدی که در برابر دفتر سیاسی طالبان در قطر شکل گرفت نه تنها یک عکس العمل در برابر یک دفتر نیست، بلکه عکس العمل است در برابر طالبانیزم و حامیان طالبان که می خواهند یک حکومت طالبانی در افغانستان حاکم باشد و یا افغانستان یک بار دیگر در کام جنگ های داخلی فرو رود. بنابراین انتظار منطقی این است که رئیس جمهور افغانستان در شرایط فعلی موضع گیری های قاطع داشته باشد، افکار عمومی را شکل بدهد و پیام افغانستان را به صورت واضح و روشن به کشورهای منطقه برساند. یک رئیس جمهور بدون ابتکار و ضعیف سرنوشت یک ملت را به بنبست می کشاند و کرزی بر ضعف‌های خود باید چیره شود. این گونه طالبان و حامیان آن را زیر فشار بگذارد. این فشارها از چند طریق قابل اعمال است. گفتم که انتقادش را که می کنی برایش راه هم نشان بده. تغییر در ادبیات رئیس جمهوری از طریق بیانیه‌ها و روابط مطبوعاتی به این معنا که رئیس جمهور نباید طالبان را بعد از این برادران ناراض نام بگذارد. در شرایط کنونی باید ابتکار جدی در عرصه دیپلماسی رسانه‌ای شود تا طالبان به عنوان یک گروه تروریستی محکوم شوند و از نظر سیاسی بمیرند و در یک حاشیه بی اهمیت قرار بگیرند. این هدف از طریق بیانیه‌های رسمی، گفتگوهای رسانه‌ای، کنفرانس‌ها و سمینارها قابل دسترسی است. ولی با وجود یک فرصت مناسب برای افغانستان، رئیس جمهور هنوز ضعیف عمل کرده و ابتکار سیاسی از خود به خرج نداده است. دو، ایجاد قاطعیت در دیپلماسی افغانستان. در مبارزه با تروریسم و برجسته کردن خواست ملی افغانستان در خصوص حمایت کشورهای منطقه از طالبان به این معنا که رئیس جمهوری باید در شرایط کنونی دیپلماسی افغانستان را در مورد طالبان تقویت کرده به کشورهای منطقه و دورتر از منطقه با جدیت حالی کند، بگوید که افغانستان یک حکومت طالبانی نمی خواهد و در پشت دروازه های بسته در بیرون از سرحدات افغانستان کسی حق تصمیم گیری در مورد آینده این کشور یعنی افغانستان را ندارد. سوم، ایجاد یک همگرایی داخلی و ملی به منظور حمایت از سیاست های دولت و تقویت حوزه ضد طالبانی در داخل و خارج کشور و از طریق مطبوعات داخل افغانستان و خارج از افغانستان. به این معنا که حکومت در شرایطی که پیش آمده است باید برنامه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و همچنان برنامه های جالبی را طرح‌ریزی کرده و حوزه ضد طالبانی در داخل و خارج کشور تقویت شود و گسترش یابد.
از این طریق موضع حکومت در برابر کشورهای منطقه و دورتر از منطقه تقویت شده و رئیس جمهور به مثابه یک رهبر ضعیف و بی ابتکار در محافل بین المللی دیگر شناختن نخواهد شد. بنا بر آنچه گفته آمد به نظر می رسد که رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی استفاده کافی را از فضای جدید نتوانسته است نماید. این به معنای غفلت سیاسی پنداشته می شود. در شرایطی که افغانستان قرار دارد رئیس جمهور حق ندارد غفلت کند. ما تاوان سنگینی برای غفلت رهبران خود در تاریخ سه دهه گذشته پرداخته ایم، اما نباید سرنوشت افغانستان قربانی یک غفلت سیاسی شود. باز شدن دفتر سیاسی قطر هم بر اساس یک غفلت سیاسی بود. جناب رئیس جمهور افغانستان، من به خاطر دارم که شما 11 ماه یا 12 ماه قبل از گشایش دفتر قطر حمایت کرده بودید، چنانچه مسافرت های پی در پی شما به دوحه نشان دهنده یا ثابت کننده این ادعای من هیچ مدان است. اگر غفلت سیاسی از جانب شما صورت نمی گرفت، دلیل وجود نداشت که دفتر سیاسی طالبان باز شود. شما چندین بار به صورت مسلسل به دوحه پایتخت قطر مسافرت کردید و در این مورد موافقه نمودید. ای کاش با درایت که یک سیاستمدار باید داشته باشد شما به این به گشایش این دفتر اصلا موافقه نمی کردید. واقعا گشایش دفتر قطر همه را غافلگیر و گیج و مبهوت کرد. بنابراین توقع می رود که رئیس جمهور از شرایط جدیدی که پیش آمده استفاده نهایی را به نفع منافع ملی افغانستان حتی یک بار هم که شده بکند و تلاش شود تا تروریستان طالب و حزب اسلامی در یک حاشیه بی اهمیت سقوط کرده که به معنای مرگ سیاسیشان باشد. مرگ سیاسی افرادگرایی طالبان و حزب اسلامی به معنای مرگ نظامی آنها نیز خواهد بود. شما در یک وقت دو تربوز را نمی توانید به دست بگیرید. اگر با طالبان سیاست اغماز و مدارا را همچنان پیشه کنید و همچنان نماینده های طالبان یا طالبان نکتایی پوش در دور شما یا در ماحول شما وجود داشته باشند و همچنان از یک جانب حزب اسلامی دست به حملات انتحاری بزند و از جانب دیگر نماینده هایش را در کنار خود داشته باشید و افراد و اشخاص مورد اعتماد شما باشد، به نظر من این یک انتحار سیاسی است. سیاست انتحار و کشتار هیچ توجیهی ندارد و محکوم به زوال و شکست است، جناب رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی. اما این رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی است که این بار باید با ابتکار و درایت بازی کند. همه می دانیم جناب رئیس جمهور افغانستان که شما یک آدم خوشتیپ نیستید و نه خیلی شادان و خندان و نه گریان و نالان و افسرده و آواره و سرگردان. فقط آنچه برای رئیس جمهور ضروری است عقلانیت و ابتکار است. چهره مهم نیست. اگر قرار باشد که معیار تعیین و انتخاب یک رئیس جمهور چهره باشد، بنابراین آدمهای خوشتیپ و آدمهای خوشلباس حتی در کابینه شما هم وجود دارند. بنابراین باز هم با شما توصیه می شود که از عقل و ابتکار کار بگیرید، زیرا زیبنده یک شخصیت سیاسی عقلانیت
و ابتکار در عمل است. بیننده های ارجمند، هموطنان گرامی، و در اینجا میرسیم به پایان صحبت امروز. نام خدا، تلفن ها هم روشن هستند و ضمناً ما یک گزارش داریم از آقای منجم زاده، کورا هم به نوبه خدمت شما تقدیم میکنیم. میریم به سراغ اولین تلفن. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. آقای مسکینر سلام، من اسم امید است، من از کرونا زنگ میزنم. بفرمایید سه، من خدمت شما قرار دارم، بفرمایید. من ویدیویی که گذاشته بودین بسیار زیاد جای تعجب است که آقای کرده از خود سوال نمیکنه که این داردسته و این معاونین خود را که در پهلوی خود شانده، امینا کسایی نبودن که بیت المال غارت کردن، وزارت دفاع را چور کردن، چیپور را شور کردن، 68,000 نفر را در یک روز بین آقای حکمتیار سبق حکمتیار را میکوبه، کابینه خود را چرا نمیکوبه؟ این سوال از خود نمیکنه و یا یک جورنالیست دقات 30 یا 40 نفر نیست که می سوال از این کنه؟ میترسم بیشون چی رقم ملت هستیم؟ ما چی هدف ماست؟ ما در کدام را میریم؟ یکی سر یکی دیگه، یکی انگشت سر یکی دیگه مانده میریم و خود ما از اونا که بدترتر میکنیم. حالا آقای کرده که خودش بدترتر کرد، کابل کی خراب کرد؟ خب همون خرابی ها را اردی در پالیت شاندی و ملت به این حالت رساندی و سبایش هم در خطر، از سبایش هم جنگ های داخلی است. هیچ ما منطقی ما کار نمیکنیم، ولی اگه که از کدام مکتب ما پیروی میکنیم، به کدام نظام ما قناعت داریم، به کدام نظام ما سیستم روزمری زندگی خود پیش میبریم، ولی اگه بفهم که این ملت چی وقت آباد خواهد شد. تشکر. از شما مقدر میخواستم بفهم که آیا جورنالیست های وجود داره در افغانستان که از امون قط وجود داشت که از این سمی سوال میکرد؟ تشکر بسیار. خب اگرچه ما از طریق وسایل ارتباط جمعی مخصوصا تلویزیون ها میبینیم که نام خدا تعداد مفسرین و مبصرین و کارشناس های امور سیاسی بسیار زیاد هستند، اما چهره ها را هر روز در تلویزیون های مختلف میبینیم با ابراز نظرهای کاملا مشابه، اما برای من هم این سوال پیدا شده که مثلا در همچه یک جلسه یا گرد همایی که تعداد زیاد خبرنگارا هم وجود داره و رئیس جمهور هم چون سخنرانی میکنه، هم چون عصبانیت میکنه، حتی یک خبرنگار هم بلند نمیشه و سوال نمیکنه که پس آقای کرزی آنچه را که شما سوال کردین و آنچه را که من قبلا به او اشاره کردم، جناب آقای کرزی، پس که اینا کابل خراب کردن، اینا که افغانستان را تباه کردن و ملت آواره ساختن و کشور را ویران کردن، چه دلیلی بود که شما هیچ کس نیافتین کمو مردمی که سبب تباهی و بدبختی افغانستان و مردم افغانستان شده بود، بازم اونها رو انتخاب کردین به این سمکار؟ اینا خود نه تجربه داشتن، اینا نه حس وطن دوستی داشتن، اینا نه حس ملت پروری داشتن و هیچ صفت در وجود اینها دیده نمیشد. نهایت در 12 سال گذشته فقط چیزی که تغییر کرد لباس است، که لباس هایشان هرچی که می پوشیدن امروز ببینید که دام خدا به کدام اندازه اینا تغییر کرده. و ما بایس اگر افغان واقعا خجالت میکشم که در همچه محافل باز همه چکچک میکنن که بابا رئیس جمهور ما چخب گپ میزنه. رئیس جمهورتان چی گپ میزنه؟ رئیس جمهورتان خودش به چال خود گفته مردم خودش خود در گیر میته، خودش هم ضعف و ناتوانی و عدم ابتکار خود ارائه میته. آدم خراب، من که اگر میگم فلانی آدم خراب است، خب میگم این برادر من این کارمند با صادق نبود، وفادار نبود، من کشیدمش و در آینده هم من نمیخوام باش روبرو شام. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بفرمایید صاحب تلویزیون آریانا افغانستان. آقای مسکینیار، منجم زاده هستم. السلام علیکم منجم زاده صاحب، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ زنده باشین. بفرمایید. سلام خدمت شما و بینندگان بسیار محترم. گزارشی را که امشب تهیه کردم عبارت از یک جوان افغان به اتهام فعالیت های تروریستی در آلمان دستگیر شده است. بله. بازرسان امنیتی آلمان از دستگیری یک تروریست مزنون خبر دادند. مقامات امنیتی فدرال آلمان یک تروریست مزنون اسلامگرای 20 ساله را در شهر بن آلمان که اطلاعات سیاسی را جمع‌آوری میکرد دستگیر نمودند. این جوان 20 ساله افغانی که تابعیت آلمانی دارد، از سال 2011 نماینده جنبش اسلامی ازبکستان را در آلمان به عهده داشته و در این زمینه فعال بوده است. این گزارش را روزنامه آلمانی دی ویلت روز جمعه 28 جون در سرمقاله خود به نشر رسانده است. دادستان کل کشور در شهر کارلسروه آلمان تحقیقات را آغاز نموده است.
در مجموع موضوعات امنیتی و تروریستی در آلمان را دادستان و کل کشور به عهده میگیرد. محمد سلیم آ متهم می باشد که در ماه اوت 2010 میلادی مبلغ 800 یورو را از شهر اوفنبک آلمان به اعضای این شبکه به پاکستان فرستاده است. بازرسان محمد سلیم را متهم می کنند که او نخست به این سازمان کمک مالی نموده و از اکتبر سال 2011 به عضویت این سازمان تروریستی در آمده است. در این خبرنامه آمده است که او به عنوان عضو فعال این شبکه تروریستی ارتباط به اعضای این جنبش یاسین و منیر داشته که هر دو دستگیر و تحت تحقیق قرار دارد. به گفته دادستان کل کشور فرد دستگیر شده اطلاعات مربوط به وضعیت کنونی آلمان را جمع‌آوری نموده و به وزیرستان پاکستان انتقال می‌داده است. نظر به اطلاعات مقامات امنیتی آلمان، محمد سلیم آ در مرکز اطلاعاتی جنبش اسلامی ازبکستان در وزیرستان شمالی پاکستان عضو رسمی بوده و خبررسانی می نموده است. او همچنین به عنوان مسئول استخدام جنگجو در آلمان برای جهاد این جنبش به جمع‌آوری کمک‌های مالی به این شبکه نیز مشغول بوده است. به قول مقامات آلمانی این جوان 20 ساله قصد داشته برای پیوستن به این سازمان تروریستی به وزیرستان پاکستان برود. مقامات پلیس فدرال آلمان روز سه‌شنبه او را دستگیر نموده و دادستان عالی تسلیم نمودند. عکسی در این روزنامه به نشر رسیده است، فردی را نشان می‌دهد که در وزیرستان پاکستان یک راکت انداز را بر دوش داشته که مربوط به همین سازمان می‌باشد. در گزارش دیگری آمده است زمانی که جوان 20 ساله افغانی آلمانی تبار از دفتر وکیل مدافع خود در شهر بول آلمان خارج می‌شده، توسط پلیس فدرال آلمان بازداشت شده. احتمال می‌رود او از تحقیقات پلیس درباره‌اش اطلاع داشته و در حال فرار بوده است. بر اساس همین گزارش، محمد سلیم آ یکی از سازماندهندگان جنبش اسلامی ازبکستان در آلمان شناخته شده است. سلیم دارای دو تابعیت بوده و در شهری نزدیک به فرانکفورت آلمان تولد شده و در همانجا مشغول تحصیل بوده است. عضویت این نوجوان افغانی به شبکه‌های تروریستی در حالی صورت می‌گیرد که شماری از ملاهای افغانی و غیر افغانی در داخل و خارج افغانستان و همچنین از طریق شبکه‌های تلویزیونی جوانان را با افراط‌گرایی دعوت می‌کنند. چه کسی می‌تواند پاسخ بگوید چه انگیزه‌ای توانسته این نوجوان افغانی را که در رفاه و امکانات بسیار خوب زندگی تحصیل می‌کرده و می‌زیسته است به عضویت شبکه‌های تروریستی درآورد؟ این گزارش تکان‌دهنده می‌تواند زنگ خطری باشد برای والدین که بیشتر متوجه نوجوانان خود باشند. تشکر می‌کنم. این خبر هم جامعه افغانی را بسیار نگران ساخته و طوری که گفتم امکان صحبت هایی که در تلویزیون ها برای افراد گرایی میشه امکان داره که روی جوانان تاثیر منفی بگذاره. واقعا میگذاره. مثلا ملا سادات و ملا ابوبکر ما هر روز میبینیم که اینا جز افراد گرایی و خلق ترور و وحشت دیگه کار ندارن و اونو ببینید که آزادانه اونو تبلیغات خود میکنن و نه در آلمان نه در نروژ و نه در امریکا کس سراغ ای افراد و اشخاص میرن. امیدوار هستم که سرآغاز یک تحقیق گسترده باشه برای دستگیری اوی در افراد و اشخاصی که ترور و وحشت تبلیغ میکنن. تشکر، زنده باشید. لطف کرده میربانستم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام علیکم. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. بفرمایید. من سلام عرض کنم خدمت شما تقدیم میکنم. قبل از اینکه من صحبت خود شروع کنم اول اجازه میخوایم ما یک اجازه میتین که من صحبت کنم؟ آه چرا نه، از آرفه بفرمین. بسکنی هسته با همه نظرات شما فکر کنم همه اکثر ملت هم نوا باشه. مثلا این جهادی ها تفنگ سالار ها چور کردن دوزی کردن در مقابل پول وطن فروختن. خب هر چیزی که شما این مسائل همیش بیان کردین گفتین، ولی ما هم به صفت یک افغان اکلا داریم وقتی که خود آدم انگشت طرف دیگاه میگیره متوجه به خودم باید باشه، خود خودم آدم باید وازم پیش خود قضاوت بکنه. ببینین شما هم مشکلی هست در مقابل یک برنامه که یا 400 دلار یا 200 دلار است، شما هم با چی جنجال های دمی چند روز نیست که با وجود نامده در بین افغان ها در بین جامعه اسلامی در مقابل یک برنامه یک ساله یا شش ماه شفیع، کسی که شفیع عیار نام داره او رو آوردین چقدر مشکلات ها جور شد، چقدر پرابلمات ها فعلا جور شده. همگی مسلمان ها همگی افغان ها از این مسئله رنجیده هستن آزرده هستن و شما بعضی دلایل را گفتین که دلایل برای ما قابل قبول نیست. همو افغان ها اگر اکثریتشان بسواد است ولی شعور سیاسی دارن، یعنی دلیل نبود که او برای ما قابل قبول باشه. ما هم این انتقاد به صفت یک افغان
دارم سر شما که های در مخمش چی میشد که امیر بشفی عیار این برنامه را نمیدادین نمیامد و به می شکل به اسلام و به مقدسات توهین نمیکرد. شما هم در مقابل یک چند دلار به اصطلاح اسلام و بگیم به بازی کشانیدین. فقط من نظر داشتم. زنده باشین. تشکر بشتن از طریق تلویزیون بشتن. از طریق تلویزیون بشتن. بیننده ارجمند، افغان ها یا ما افغان ها، خودم شامل همین گروه میسازم برای که من افتخار افغان بودن، یعنی افغان یک افغان هستم به او افتخار میکنم. شما مسئله 200 دلار یا 400 دلار مطرح کردین، این موضوع نیست. من روز اولی که آقای عیار از طریق مصاحبه با خانم سجا کامرانی خدمت شما ظاهر شدند و صحبت کردن، معمروز با ایشان صحبت کردم و ایشان خواهش کردم که مسائل را در صورت این وقت در اختیار شما قرار میتم که شما مسائلی که سبب ایجاد نفاق در بین مسلمان ها شود و تخریش کننده باشه شما باید جلوگیری کنین و ضمناً هیچ وقت نام نبرین از برنامه سازا و افراد و اشخاصی که البته شما خوش ندارین ایشان و یایی که بر وفق خواسته و نظرتان نیست، نظریاتشان، و اونا هم به ما همی تعهد سپردن و با قرارداد را امضا کردیم که من تا در ماده 15 قرارداد به زبان دری نوشتم که توهین به تمام ادیان و شخصیت‌های مذهبی در تلویزیون آریان افغانستان مجاز نیست. همی قرارداد ما حاضر هستم که در برابر شما یک روز نشان هم بتم. خب از آنجایی که ما به اشتباهی که کردیم اعتراف میکنم و شما معذرت میخوایم، باید ما این قرارداد ما در ما میکردم، یعنی پس از یک ماه ما قیره میداشتم که ما برنامه های شان قطع میکردم. متاسفانه شرایط قسم آمد که ما همچه یک اشتباه را مرتکب شدم و قرارداد بر مدت چندین ماه امضا کردم. بالاخره اگر شما حتما به خاطر دارین، من مجبور شدم برای مدت 2 آقای عیار برنامه‌اش به حال تعلیق در بیارم یا قطع کنم، اما از آنجایی که مملکت قانون است و در برابر قانون همه باید سر تعظیم فرود بیارن، بنان ما به این موافقه دست یافتیم که بر 6 دیگه آقای عیار برنامه خود از طریق تلویزیون آریان افغانستان پخش کنند. آقای عیار 3 را پخش کرده، 3 دیگهش مانده. با حفظ احترام متقابل و با حفظ احترام به عقاید همدیگر و با حفظ کرامت انسانی، افغانیت و انسانیت و وطن دوستی، ما به این 2 باقی خواهد ماندیم. اما از آنجایی که با نظریات سیاسی و دینی یا مذهبیشان نه تنها من مخالف هستم، بلکه سبب ایجاد یک تخریج و تفرقه در بین افغان ها شده، ما بالاخره به حیث 2 دوست و 2 البته باقی خواهیم ماند، اما من معذرت خواستم از اینکه دیگر برنامه‌شان پخش نشه. مثلا مسئله پول نیست. شما باور کنین که یک شما هر قضاوت سر من میکنین مربوط خودتان است، اما اینمی آنچه که بود به خدمت شما عرض کردم و گفتم که اگر اشتباهی در کار بوده من قبلا معذرت میخوایم و معذرت خواستنم هیچ کدام گناهی نداره و کدام نقصی نداره. از جانب همچنانه که مثل شما برادر مخالف آقای شفیع عیار هستین، برنامه‌ایشان شما باور کنین که یعنی کمتر از شما نه، بیشتر از شما تعداد زیاد بیننده ها به من زنگ میزنن و طرفدار ادامه کار آقای عیار هستن. این شرافت وجدان برتان سوگند میخورم، اعتراض نیست، اما من اصلا خودم جنجال خوش ندارم. بنان برای پایان بخشیدن به این جنجال ها ما می تصمیم گرفتیم خلاص. حالا که شما نوع قضاوت در مورد من میکنین، همین قضاوت امیدوار هستم در مورد سایر تلویزیون ها هم بکنین. من نمیفهم شما از چندین سال به این طرف است که تبلیغات کمونیستی توسط یک تلویزیون صورت میگیره، 2 کمونیست به نام ستوده و محیط. شما هر روز برنامه ایشان هفته 2-3 ببینین که اینا چی میگن. شما هیچ وقت اجگاه انگشت انتقاد بر آنهایی که ترور و وحشت صادر میکنن، هیچ وقت انگشت انتقادتان رویشان گذاشته نشده. آیا شما میدونید اینکه ملا سادات و ملا ابوبکر هر روز در برنامه های خود چی میگویند؟ اگر شما عادل هستین، اگر شما مساوات دوست دارین، اگر شما دوست دارین که
مخالف جلوه ایجاد تفرقه و صدور وحشت و ترور بگیرین، پس نگاهی هم به دیگه تلویزیون ها بکنین. دیگه تلویزیون ها که هم برخلاف تلویزیون هم است که برخلاف اسلام صحبت میکنه. مرد پیدا شده که میگه برین رنگ ناخون هم بزنین، رقص هم کنین، پایکوبی هم کنین، در حالی که او برادر اسلام اونم یک اسلام است. این از ما بشنو، اسلام مادریت وجود نداره، برت نساز اسلام مادریت. ای که ما تو گناهکار هستیم و بر خود یک فضای اسلام مادریت ساختیم، این مسئله مسئله جداگانه است. اونمو اسلام است. قبولش داری خوب نداری مربوط خودت است. من نمیخوام در این بس داخل شوم، نهایت چون شما سوال را مطرح کردین و من آنچه که بود خدمت شما عرض کردم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله سلام علیکم آقای مسکین. سلام، شما خوب هستین؟ بفرمایید، من در خدمت شما. سلام، خوب است، بخیر. زنده باشین. لطفا آقای مسکین، گپای تان شنیدم. از گپای تان استنباط میشه آقای مسکین که تلویزیون شما به حساب یعنی گروگان یک مشت چلی و ملاز دیگه. خواهش میکنم شما را باز هم گپا رو چلی و ملا، چلی و ملا صدایش از تلویزیون های دیگه هم میبرد. اینجا کدام چلی و ملاست؟ بیان شما می تلویزیون ها را تقویه کنین، شما می تلویزیون ها را تقویه کنین که ما باز او وقت نه چلی رو بریم، نه ملا رو بانیم، نه طالب بانیم، نه کسایی که به زم شما مخالف دین و شریعت گپ میزنن. من فکر میکنم که عادل ترین تلویزیون، تلویزیون آریان افغانستان است. ما ناشر اندیشه های مختلف هستیم، ناشر نظریات مختلف هستیم. اگه یک طرفش بنیادگرایی گپ میزنه، باز افراد و اشخاص و کارشناسا و استادایی هستن که اونا میتونن که صحبت هایشان را رد کنن. ما چرا فضای گفتمان، فضای مصاحبه را، فضای صحبت باز نکنیم؟ کم دیگر فقط متهم به این کنیم که برادر بنیادگرایی یا چطور. اینمی هست، اینمی اینمی این مملکت است، اینمی رایش است. خوب نیست ما بگویم باز مرا متهم به این میکنه که تو دکاندار هستی. ما شما در مغازه برین و صاحب مغازه بگویه برادر من اینی مال خدا یا همته خدا سر تو میفروشم که تو اون دوستی، تو که مسلمان هستم سر تو نمیفروشم. برادر ما در قرن 21 زندگی میکنیم. بفرمایین شما به می تلویزیون ها چقدر کمک کردین. شما بفرمایین پول ساعت امی برنامه های چلی و ملا و دیگه و دیگر که شما خوش ندارین، پولشو بپردازین، شما غیرت کنین، شما همت کنین که ما هم مجبور شویم بگیم برین برادر ما کدام گپ نیست. از جانب دیگه این همین مردم است. او بدر تو در امریکا و اروپا زندگی میکنی، 99% مردم افغانستان مخشویی شدن. شما صحبت های ملایی که در کابل صحبت میکنن بیانی هم میتن شنیدین که چی میگن؟ شما اصلاح از خانه تان شروع کنین. شما خودتان در خانه تان یک طالب هستین. شما خودتان در خانه تان بر زنتان ظلم میکنین، بر اولادتان ظلم میکنین، یک حصار کشیدین در داخل خانه تان. همیز که دختر و بچه این با تو مجبور میشه که بره با خارجی ازدواج کنه، برزی که تو فضای را خلق میکنی. تو فضای هر انسان زاده شرایط است که در او پرورش میافه، تولد میکنه، تبارز میکنه، تکامل میکنه و میمره. بنان ما تابع محیط خود هستیم. در امریکا زندگی میکنی، در اروپا زندگی میکنی با اندیشه های طالبانی، در امریکا زندگی میکنی، در اروپا زندگی میکنی با اندیشه های ضد دینی، با ضد دینی الحاد و دهریت. این قسم نمیشه. دین بارها گفتیم رابطه انسان با خدایش است. نه به آیت الله ضرورت دارم، نه به ملا، نه به چلی، نه به نیفم کارشناس، نه به عالم و نه به دکتر و نه به روحانی. خدا از روزی که من هست کردم یک مسلمان هستم. من از خانواده خودم میخواموختیم که من به اولاد خود چیز بیاموزانم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، صحت شما خوبه؟ در گوشتون باشه صاحب، لاین دیگه است. یک لحظه. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله. بفرمایید صاحب، یک لحظه ببخشید، یک لحظه شما. بله، فقط من میخواستم بگم که این دوسته که زنگ میزنن بخطر از برنامه های آقای شفیعی ها. خب انا تاتایی میخواین که ما رو به همین شکل کر و کور نگاه کنن، هیچ امکان نداره. به گفته شما حالت قرن 21 است، اگر آقای شفیعی ها نباشه دیگه مردم هم خودشون هوشیار شدن، همه چیز رو میفهمن و به گفته های ملاها پریب هم نمیخورن دیگه. ولی خواهست تعداد که هنوز هم امری از اونا دان بوجی را گرفتن و مردم را چور میکنن و غارت میکنن. تشکر، زنده باشه، زنده باشه، تشکر. بفرمایید سب، من در خدمت شما هستم، بفرمایید. بله آقای نیاز رمیان شما راجی به لباس های مقبول استایل مقبول کردین آقای کرسای مرا بیاد یک خانم نازنینی که بسیار احترام شدارم، دوستشان دارم، انداختین
که خانم بیبی اینجا جان بیبی جان نازنین که آمدن سال گذشته در یک استایل خاص ایتالیایی و آمدن یک مقدار 80-90 هزار دلار اینا جمع کردن و افغانستان رفتن و هیچ خبری نشد. من از زوره جان زنگ زدم پرسان کردم زوره جان همی خانم پولا چی شد چاها کنده شد و چی what happened. زوره جان جواب من را به برنامه خود ندادن. من امروز به یاد لباس های بیبی جان مبارک مقبول افتادم گفتم من سوال از شما کنم. در ضمن یه خانم به انگلستان رفته بودن به نام مادر تریسا بر یاد مصبت پولای خود در خدمت انگلستان گذاشتن و از اطفال بیچاره و بی‌بضاعت انگلستان تا وقت مردن خدمت کردن و خدمت همون بیچاره و بی‌بضاعت را کردن. ولی مردم افغانستان مردم ما میدن که از افغانستان پولا را بکشن یا از اینجا نه یک عالم پول جمع میکنن. برنامه سازا برنامه میگیرن برای اینا پولا 80-90 هزار دلار جمع میشه. خدا حافظ با بامان خدا و علا بکر خبر شد چی گفت پولا چی شد. من برادر محترم من این سوال از شما میکنم که شما به من جواب بدین که این پولایی که خانم اینجا جمع کردن همین چی شد. زنده باشین. تشکر برید ارجمند. تصادفاً که خانم ایندیا که به امریکا آمده بودن من در امریکا نبودم، فکر میکردم یا آلمان بودم یا افغانستان بودم. از جانب خانم هندیا در برنامه خانم زوره یوسف اونا سم گرفته بودن و من کدام اطلاعی ندارم و من به خود حقم نمیتونم که از یک آدم سوال کنم که شما این پول در کدام راه مصرف کردین. حتما خود خانم زوره یوسف در یک برنامه خود در این مورد به شما معلومات خواهند داد. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم صاحب پناه صاحب، خوب هستین؟ زنده باشین. چطور هستین؟ من سلامت باشین. زنده باشین. خوش بکنم. زنده باشین. شما دیدید چیره که با تمام گذشت های ترواب کردین و این برای مردم افغانستان آوردین و که یک دیدید که از حق و عدالت نگه دیدید نزدیک به تقوا حد و وفر و تقوا با عدل از تقوی شمایی بشید. میشه انسان با یو خود در یک دام میمانه، در دام یک کف میمانه، یک شخص یا یک افراد یا من میبینیم که براستی هر کس تعداد نیای دریج فقط به یک نام مردمه چاپ میزنه و یک تعداد نگمه به نام دیگر. ملت افغانستان، مردم افغانستان، درد افغانستان، مشکلات افغانستان، عادت تفکر افغانستان از زیاد از اینا رسته. ما دیر روز ما یاد ما میره جناب محترم اسکینیاس وقتی که طالب آمده بود صدا میکرد که در مبین دکان خودشتا نمیتن. وقتی که کرده من کمک وارد چکرد شما سکنی چوری چپال سکن این چی رقم شده؟ واقعا من میبینم که اعلان میشه در تلویزیون که در فلانه جه پنج منزله و دو منزله و هفت رقم خوراک و این رقم از آجی آقای تو میکنه و دین در گروگان میرسن و تجارت گرسن. یه آقای شفیع عیار میگه می قرآن در قرآن عظیم شان در مابین بالا به خداوند در لوح محفوظ نگاه کنه پایان ایش بلا سجده یا زم بلا این قرآن عظیم شان ایره نگه غلط هست. اینا کسایی هستند که اینا فقط اینا مگتان هم بردی شیرینی هیچ چیز دیگه نیستن. شما چرتتان خراب نکنین، شما تقویتان حرمتتان به مردم، خدمتتان به مردم، صداقتتان به مردم، به آبروی مردم، به عزت مردم شما به یک بر همه گی مالی مستیم. طبقه معروم افغانستان همه گی شما را میشنسته که شما از اونا پشتیبانی میکنین. شما جانتانه، زندگیتانه در خطر انداختین، حیاتتانه در خطر انداختین. او مردم افغانستان، ولی از خدا بشناسین نگه جنگ 72 ملت همه را حضر بینه چون ندیدن به حقیقت رای افغان از دادن این گروه و این گروه و هم گروه دیگه کور هستن، کور میرن. بانه ملت افغانستان، فرزندان جوان افغانستان در آینده نزدیک رای خدا معلوم میکنن و کسانی که از هر در پیشه جمع میکنن و در خزانه و در مابین پون بودن دخیر از در اندازی میکنن و کنش به بیخما گرفته میشه و پس به خزانه ملت افغانستان و بیت المال افغانستان بانکی دزادگان دوزی کنن. امروز شما سمای کنسای کنن در مابین شورا یک وزیر میره کن شورا رو درش خند میگیره. عجب هستم این مملکت این ملت. آقای کرزی تا امروز که چوکی خودش در مابین خطر نفتاده بود نه نگفت که این دشمنای ماست.
برادرای طالب. او شما را میکشه اگر من کشته میره. من خود گفتم که بسم الله خان و به آقای اسپنتا و کسایی که میگن ما بر ملت افغانستان کنیم آمی بادارتانه بشانیم یک جیگاه راستش از پیسی ایران خالی کنیم.